احادیثی که متواترند قطعا بین همه مسلمین که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من نزدیک است که از بین شما بروم، اینی یوشک ان ادعا فاجیب، نزدیک است که از بین شما بروم، به تعبیر بنده در مقام ترجمه، و اینی مخلف فیکم خلیفتین در بعضی از الفاظ، ثقلین در بعضی از الفاظ، حبلین در بعضی از الفاظ، ما این تمسکتم بهما ما و اینی مخلفون فیکم ما این تمسکتم بهی لن تضلوا من بعدی کتاب الله و عترتی اهل بیتی و اینهما لن با لن تعبیدیه لن یفترقا حتی یردا علی الحول و اینی سائلکم حین تردون علیه کیف خلفتمونی فیهما. دقت میکنید؟ این حدیث در همه منابع اهل سنت، منابع دست اول که هیچ راه مفری ندارن از پذیرش این حدیث، پیغمبر اکرم در 5 جا این فرمایش رو فرمودن در طول رسالتشون و در آخرین ساعات ایام حیاتشون فرمودن. منابعش رو هم در آوردیم، در نوشتجات چاپیمون هست. وقت پیغمبر اکرم در اینجا چه کردن؟ خوب این حدیث رو بفهمیم که یعنی چه، چی میخوان بگن؟ حضرت میخوان بگن رفتن من نزدیک، من از شما از بین شما خواهم رفت. خب بله، انک میتون در قرآن هست و انهم میتون، پس پیغمبر اکرم از دار دنیا خواهند رفت. لکن این شریعت شریعتی است که باقیه، این دین خاتمه الادیانه، باید بمانه. این دین اصول داره و فروع داره، به اصولی و فروعی باید استمرار پیدا بکنه. به رفتن من در بین شما خلعی پیدا خواهد شد، البته خلع پیدا خواهد شد، اما این خلع رو حضرت میفرمایند دو چیز پر میکنه. من با خودم نمیبرم این دو شیء رو، باقی میذارم بین شما. این دو شیء خلع فقدان رسول الله رو پر میکنه که شما امت اسلام تا وقتی تمسک کنید به این دو، انگار به من تمسک کردید، تمسک به این دو انگار من هستم، تا وقتی به این دو عمل میکنید، عمل کردید به اقوال من، تا اقتدا به این دو کردید، اقتدا به من کردید، یعنی خلع پر شده. نگران نباشید، با وجود کتاب و عترت نگران نباشید. خب من باید برم، انما انا بشر مثلكم، خب موت حیاتی هست، اما نگران نباشید. و انهما این دو لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اون وقت تازه در اونجا شماها که میایید، از شما میپرسم، از تک تکتون مورد سوال واقع میشید که با این دو چه کردید، کیف خلفتمونی فیهما. پس تا وقتی این دو در امت موجودند و امت به این دو تمسک کردند، پیروی کردند، اقتدا کردند، اطاعت کردند، در طریق صحیح حرکت کردند، در صراط مستقیم هستند، لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما. و اون دو قرآن که معروف، دوم و عترتی اهل بیتی، اون کسی که خلع را پر میکنه بعد رسول الله، عترت پیغمبر اکرم است، نه غیر عترت، نه قرآن مجید تنها، قرآن و عترت. اونی که خلع را پر میکند اون امامی است که از عترت و اهل بیت پیغمبر اکرم است و قرآن زیر بغل اوست، قرآن در سینه اوست و این هستش تا روز قیامت. حتی یردا علی الحوض، این حدیث در صحیح مسلم هست، اما مسلم یه قدری تصرف کرده در متن حدیث، ولیکن در سایر کتب معتبره اهل سنت در مسند احمد به اسانید صحیحه کثیره آمده، در سنن ترمذی، در سایر سنن تا برسه به مستدرک حاکم نیشابوری و هاکذا برسه به کتب متأخرین، که ما راجع به حدیث ثقلین در چند جا مفصلا بحث کردیم که مفصل ترین اون موارد کتاب نفحات الازهار هست که 3 جلد از این دوره کتاب اختصاص دارد به حدیث ثقلین. پیغمبر اکرم که میفرماند انی تارکون ما ان اخذتم بهی، انی تارکون فیکم ثقلین، انی تارکون فیکم حبلین، انی تارکون فیکم خلیفتین، به الفاظ مختلف انی تارکون فیکم ما ان اعتصمتم به و ها کتاب، به الفاظ دیگر که نگاه بکنید به کتاب نفحات الازهار و یا غیر این کتاب از کتبی که حدیث ثقلین را متعرض شده باشد،
الفاظ مختلفه و اسانید کثیره، به طوری که حدیث ثقلین حدیث متواتر قطعا، تا اونجایی که ما نگاه کردیم حدود 40 نفر از صحابه حدیث ثقلین رو از پیغمبر اکرم نقل کردند. اومد در این حدیث پیغمبر اکرم که فرمودند ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یا ما ان اخذتم به کلمه تمسک کمل کلمه اخذ، کلمات دیگری که همین مفهوم را داره، که بایستی تبعیت کنیم، بایستی اطاعت کنیم، بایستی اقتدا کنیم از قرآن و عترت. وقت بعد حضرت میفرمان اینها هر دوشون هستند و از هم جدا نمیشوند تا روز قیامت. لذاست که بزرگان شراح حدیث از اهل سنت بر دو نکته‌ای که محل حادت ماست الان، بر این دو نکته تأکید دارن. یک نکته عبارت از این است که تصریح و تأکید دارن که این حدیث وصیت پیغمبر اکرم است و بر مسلمین واجب است که به وصیت اون حضرت عمل کنند. این یک نکته. نکته دوم این است که میفرمان بزرگان علمای اهل سنت در شرح این حدیث به این که در هر زمانی تا روز قیامت باید کسی باشد از اهل بیت، از عترت پیغمبر اکرم، که بشود از او تبعیت کرد، بشود از او اطاعت کرد، اطاعتا مطلقتا بشود او را مقتدا قرار داد در همه شؤون. بر این دو نکته تاکید دارم. اون وقت از مدالیل این حدیث عصمت است، از مدالیل این حدیث اعلمیت است، از مدالیل این حدیث افضلیت است من جمیع الجهات، از مدالیل این حدیث مرجعیت اهل بیت است در احکام، و هاکذا مدالیل دیگری که این حدیث دارد که در نفحات الازهار تک تک اینها بیان شده با دلیل و با برهان و با استشهاد به کلمات بزرگان از اهل سنت. پس وقتی زمینه کردیم این حدیث را به حدیث قبل، معلوم می شود اون امامی که تا او را نشناسیم با او بیعت نکنیم موت ما میته جاهلیت است، اون امام در دایره اهل بیت است. الامام المعصوم المفترض الطاعه الواجب الاتباع المهدي من اهل البيت است. Straight Away TV.